سلام اراداب خدمت شما خوبان آرزومند هستم که جور صحت و سلامت باشین امروز هم در روز دوم سال 1399 قرار داریم و آرزو می کنم که یک سال پر از فیض و برکت داشته باشین همه این قسم داشته های امروز برنامه ما را هم تا اخیر تماشا کنین و امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار بگیره ان شاء الله جان مهماندار هستیم و اولین مهمان ما در استودیو جناب دکتر عبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی حضور دارند و بیشتر هم روشون صحبت می داشته باشیم پگایتون بخیر سلامت باشین صبح شما بخیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام علی سیدنا و مولانا و محمد سلام خدمت شما و بیننده های عزیز سال نو دومین روز سال نو به همه شنونده های عزیز تبریک میگم و امیدوار هستم که این سال یک سال یاری از جنگ خوشونت و یک سال صلح و عافیت در وطن باشه و همچنین مردم ما از مصائب جنگ و امراض و مشکلات و تشنجاتی که متاسفانه زندگیشان در عباد متفاوت تدید میکنه در امان باشد و در لطف پروردگار خود یک زندگی سلامی از آغاز بکنه امیدوار هستیم جناب استاد سروری سال 1398 شخصا برای خود شما چگونه سپری شد خب بدون شک در کشوری مثل افغانستان زندگی هر روزش و هر هفته ور سال با خوبی ها فرصت ها و چالش ها و یگان مسائلی شاید منفی همراه می باشد. ولی ما شخصا ما در زندگی همیشه معتقد به این هستم که هزار فرصت ممکن بر مبنای اون برنامه‌ای که در زندگی دارم میخوام استفاده بکنم و برای چالش ها هم کوشش میکنم راه حلی به مدیریتش و به تبدیل کردنش به فرصت استفاده بکنم ما بیشتر از هفت ماه میشه با این رئیس دانشگاه البرونی ما اونجا مقرر شدیم و در مدتی که مقرر شدیم تلاش کردیم این کارهایی که متفاوت است جریان کاری عادی در سیستم تحصیلات یال افغانستان باشه روی دست بگیرم و به قسمتش تطبیق بکنیم ما سه کار مهمی را انجام دادیم اول انسجام میان کارمندا و استادا بر گونه کیفی است وقتی من رفتم یک تفاوت ها و دوری ها از لحاظ کیفی بین ارسای کاری بخش های متفاوت بخش های آکادمیک داری، بخش های متفاوت آکادمیک وجود داشت و کوشش کردیم که ظرفیت ها و افرادی که در بخش های متفاوت اکادمیک و اداری اداری استخدام هستند بر مبنای یک مکانیزم میاری و بر نسبت برابر با میارای بین‌المللی ما اینا را منسجم بسازم و کارشان وابسته به با یکدیگر باشه تا اگر جای کار خوب انجام میشه جای دیگری هم تاثیر پذیر شود و هم حرکت بکنه یعنی قسمی که یک بدن سالم تمام اعضای بدن باید فعال باشه اگر ده مثلا کلی اعضای بدن فعال باشه یک بخش کوچکی بدن با... مشکل داشته باشه انسان نمیتونه خوب زندگی را داشته باشه پشمه. بخش دوم در بخش جلب توجه دولت و شخصیت‌های های در قبال دانشگاه البیرونی است متاسفانه قبل از اینکه ما بروم دانشگاه آلبرونی کمتر در میراق توجه قرار داشت گرچه دانشگاه آلبرونی یکی از مهمترین پیامدهای سال‌های اخیر مقاومت مردم افغانستان است که شهید سول و قرمان ملی او را با حده از شخصیت ایجاد کردند که در او زمان ما هم در کارای ابتدایش با یک جوان نخش داشتیم ولی کسایی که در قدرت بنوی آمدند بعد از سقوط طالبا و شریک قدرت شدند متاسفانه هیچ نوع توجه به دانشگاه البرونی نکردن دانشگاه البرونی با وجود که فعلا باید تمام مشکلاتش حل باشه ولی از لحاظ زیر ها و امکانات در رده خیلی پایین نسبت به دیگر دانشگاه قرار داره مثلا پنج فاکلته ما امروز تعمیر ندارد دانشگاه هنوز دیوار یاته ندارد جایی که مثلا از بگرام و از نیادهای داخلی و خارجی اثر روش پول میبارید اما متاسفانه کسایی که در قدرت تا چند روز قبل یاد در مرحله بودن توجه نکردن مثلا و توجه وجود نداشتنی دانش بیال بدون کمتر به او توجه میکردن ما مسئله ات... که تسلسل صحبت های خوب شما را قطع میکنم چند ماه میشه که شما رفتین و با... دانشگاه البیرونی و حدود هفت ماه میشه. ما میشه ما قبلا اونجا به اسم استاد و کادر علمی بودم هفت ماه میشه ما به اسم رئیس دانشگاه دانشگاه رفتیم و ما کوشش کردیم خب برای با... حل این مشکل شما طرح ریختین بله بله ما اولین کاری که کردم در ماه اولی که رفتم ما یک شورای حمایت مردمی را ایجاد کردم از والیا و وزرا جنرال و جنرالا شخص... و شخصیت متقاعد و شخصیت هایی که در اونجا با نفوذ هستند و بعد از اون ما کوشش کردم با مراجع متفاوت و مقامات محترم وزارت اتصالات عالی که شخصی که فعلا در رأس وزارت اتصالات عالی است یک شخص نیک است و مقامات حکومتی ما حتی در حد گای در حد مشاجره هم امرایشان گفتگو کردم که دانشگاه البرونی یک دانشگاه معتبر و مهم دولتی افغانستان است ولی متاسفانه به توجه نشده ایجاد شورای مردمی و همچنین نوشتن مقالات متعدد و طرح و ارائه یک طرح منظم به وزارت اتصالات و به مقامات حکومتی و دولتی باعث شد که فعلا پانتون دانشگاه البرونی در میراق توجه قرار بگیره به او توجه وجود داشته باشه و با کار سومی که ما کردیم در عرصه آکادمیک است ما برای نخستین بار در افغانستان یک ژورنال میاری را با تمام برابر با تمام میارهای بین المللی ما ایجاد کردیم ژورنال علوم سانسی و المللی البرونی و او اولین شمارش نشر شده و ایندکس گوگل اسکالر را گرفته و ما تقریبا از جمله 12 13 نفری که از ویاد تریال است ما هفت نفر از مهمترین شخصیت ها و متخصصین بین از کشورهای مسلم مالیزیا، از قزاقستان از این و جای دیگری ما دو عضویت گرفتند یعنی ما کوشش کردیم در سه عرصه‌ای که به یک نیادی مدرن و میاری آکادمیک نیاز است انسجام درونی کاری جایگاهی در زینیت یا ما به خصوص مراجع تصمیم گیر و همچنین بلند بردن کیفیت نشراتی و فعالیت‌های های اکادمیک ما تا حد برنامه‌های خود را تطبیق کردیم و امیدوار هستیم برنامه بیشتر خود در سال آینده تطبیق در سال جاری اکادمیک قرار است شود و خیر تطبیق بکنیم ان شاء الله استاد بزرگترین دستاوردتان در سال گذشته چی بوده بزرگترین دستاورد ما سه موضوع که در سه کلمه عرض می ایجاد ژورنال بین‌المللی میاری در سطح افغانستان برای نخستین بار ایجاد یک شورای ایمایوی مردمی برای حمایت از حقوق و جایگاه دانشگاه البرونی و همچنین ایجاد انسجام کاری میان بخشای متفاوت دانشگاه البرونی خیلی خوب خب این در محوطه دانشگاه حالا بر خودتان خب خود ما قسمی که یکی از دوستا شما هم در جریان هستین ما بیشتر وقتی که البته بیکار آدم در زندگی نمیمونه من جایی که اگر مکلفیت رسمی نداشته باشم یا مطالعه میکنم یا نوشته میکنم ما در در آغاز سال ما سی اثر تازه ما دو یک اثر به انگلیسی و دو اثر به زبان فارسی را نشر کردم و بعد از او یک چند اثر حدود ده اثر ما که سالهای متفاوت نشر شده بود و تکمیل شده و دوستا تقاضا کردم و ما تقریبا یک ماه قبل باز نشر کردیم و نشر مجدد شده و او در اختیار دوستا قرار گرفته ما در سال گذشته یک انستیتیوتی حرمتی امریکا یکی از چهار مرجع مهم علمی و تقی دنیا هست در اونجا دو نفر از کشورهای اسلامی و آسیا عضویت داره که رئیس دانشگاه ملک سعود سعودی است و پانزده نفر قرار بود یک کسی در اونجا عضویتی از او را بگره عضویت برد علمی و مشورتیش که در شهر علاسای سعودی اونجا یک کنفرانس بود صد نفر از متخصصین و پوجهشگرهای دنیا در او حضور پیدا کردن تاریخ خود ایرایه کردن و خوشبختانه ما پانزدهمین عضو برد علمی و مشورتی و نیاد انتخاب شدیم مدتی چهار ماه میشه و یکی از دستاوردهایی است که در یک نیاد مهم بین المللی ما عضویت بورد علمی و تحقیقاتی و مشورتیشه شه گرفتیم و موضوع دیگه رواندازی یکی از کارهای تازه است که ان شاء الله کوشش تا یک مدت تکمیل شوه و روی مباحث معرفت و مسائل مرتبط استفاده از مباحث معرفت در زندگی کاربردی ارسی آکادمیک و اجتماعی است ان کوشش میکنم که تا مدتی رو تکمیل بکنم و امیدوار هستم که فرصت پیدا شود تا او تکمیل شود امیدوار هستیم حالا مشکلات چی بوده در سال 1398 مشکلات توان آدم در کشور مست افغانستان زندگی بکنه سال 98 مشکلات متاسفانه زمانی که من خواستم دانشگاه البیرونی را متحول بسازم با یک سر موانی مواجه شدم یکی از موانی موجودیت بعضی از علاقات مافیایی است که حتی تا سرعت دوستا جریان هستند به خاطر از اینکه ما رو بترسانند تا تدید به مرگم چه ولی اولی بود فهمیدم که اونها اجرت هم ندارند به ایتنا نکردم بعضی علاقات مافیایی بودند که اونو از همین قرار داده و از کارها و از عدم فعالیت دانشگاه سود بیبردن اونها کوشش کردند که جلب کاری مرا بگیرند ولی ما فضل خدا کوشش کردیم که این مثلا خوبی در محیط های اکادمیک بله. حضور صدر، دارن صد در صد دستا خصوصا در نیادایی که در اطراف هست و گپ دوم به بسیار غیر میاری و ظالمانه قراردادهای دانشگاه البرونی حدود 10 12 سال قبل با یک شرکتی غیر میاری و کیفیتی محیطی داده شده که تمامی ساختمان‌های ما را او چند ساختمان هم ساخته غیر میاری. ما در سال گذشته سه پروژه را گرفتم. از وزارت تسلط علی با همکاری جناب سرپرست وزیر که آدم نیک است و مقامات و حکومتی ولی بر مبنای ادعای به مورد همین شخص و اهمیایش که در جای متفاوته است ما هر سه پروژه را نتونستیم تطبیق بکنیم و ده سال بود که در دانشگاه البیرونی هیچ نوع پروژه دولتی تطبیق نشد ولی که سال گذشته دو پروژه آغاز شد که یک پروژه لیلی مرکزی و مسجد و از یک آدرس دیگه آنچه که بگونه میاری یا معمول ما از آدرس تحصیلات یالی میخواستیم تطبیق بکنیم همین شرکت و همین شخص با همکارایش مانی کاری ما شدن و حالی هم یکی از مشکلاتی بسیار جدی است و یک موضوع را من خدمت شما یاد کنم که شاید به باشد در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان که در سال گذشته ما در همکاری با دی از وکلا دو تن چند تا از وکلای کاپیسا و وکلای دیگه ولایت ما تمام کمپلکس دانشگاه البرون را شامل بودجه ملی ساختیم یعنی تمام کمپلکس با تمام ملاقاتش که حدود بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی میشه شامل بودجه ملی ساختیم که در تاریخ تسلیات یالی افغانستان به سابق است ولی متاسفانه به خاطر این, این مشکلی حقوقی که یک تعداد افراد شد به خاطر یک متری مدل پایین یا یک دو منانی که دو وقت خوردن تمام امتیاز یک دانشگاه را به اختیار یک شخص حریص قرار دادن ما نمیتونیم که پول بودجه و امکانات داریم ولی تطبیق بکنیم این از جمله چالش بود که ما در جریان کار با اون مواجه بودم و یک موضوع دیگر هم پیشتر که گفتم انسجام کاری وقتی که ما رفتم یک عدم انسجام در میان اعضای کادر علمی و دی از کارکنان دانشگاه البرونی وجود داشت که متاسفانه باعث یاد رفتن وقت و امکانات میشد و فضل خدا امروز خیلی خوب است از این و مشکلات حل است و انسجام کاری وجود داره خدا را شکر امیدوار هستیم که همه مشکلات و چالش ها رفع شود زنده باشید چی پیام داره جناب استاد برای معسلان حالا که مکاتب و پهنتونا به تاخیر افتاد بله ما پیام ما به عنوان یک دوست و برادرشانی است که به اساس یک مشکل جهانی در عرصه سیاحت که مرض کووید 19 یا 19 یا کرونا دانشگاه و مکاتب تعطیل شده برای یک ماه و بعد از اون دقیق مشخص نیست تا جایی که ما در محل تصمیم هنوز برای ما مشخص یعنی ما مطمئن نیستیم که بعد از او اگر وضعیت چنین باشه ممکن است ادامه پیدا بکنه بودن در صف تماس داشتن با استاد پروسه آموزش پرورش یک میار از در مرایل آموزشی ولی نفس مرحله زندگی آموزشی برای متعلم و که یک مرحله زندگی را به وقت اساس میتن باید از این استفاده بکنن اگر مثلا در صنف نیستن کوشش بکنن با مطالعه کتاب متفاوت مشوره با کسایی که البته با ابز مسائل حفظ مشوره با کسایی که در این مثلا معلومات دارن و همچنین مراجع کردن اکثر معاصرین متعلمین ما فعلا به امی اینترنت و با وادی یک تلفن اوشمان در اختیارشان دارن اینا کوشش بکنن که بجای از اینکه مثلا خدا در بعضی گیم های بیماری سرگرم میکنن در فیسبوک سرگرم میکنن در چیزایی که اصلا به دردشان نمیخوره فشار روانیش، ش باعث فشار روانی ایجاد فشار روانی میشه و مشکلی روانی را رو ایجاد میکنه اینا کوشش بکنن با سایت های با مراجع آموزشی و, و همچنین مقالات دانلود بکنن با مطالعه وقت خود سپاری بکنن تا وقتی که دوباره در سایشان شروع میشه در یک فاصله طولانی در خلای معلوماتی و ذهنیتی قرار نداره جناب دکتر عبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی بسیار شکر از حضورتان بدیدارست و در پایان یک بار دیگه سال نو را براتون مبارک بادرسیم تشکر شاید. از شما و با شما و همه شنونده و بیننده عزیزم تبریک میگم و سلام سلامت